آوردم پایین شد 800 تا 800 تا شد 600 همینطوری داشتم میوردم پایین 650 که فروش رفت بعد به پولمون نخوره چرا؟ ولی چند میلیون فروختم 10 میلیون آره بوستینگمون کلن 150 یه حالتی ریسکی انگار که چیته ها انگار مثلا شما باید اکانتت توش دلار وارد بشه من به شما لیر ترکیه میدم شما لیر ترکیه رو جا به جای یه چیز میفروشی دلار میفروشی یه حالت خیلی هکرانه طوره خیلی هم سر در میارم ولی یه همچین چیزیه امکان از دست دادن رو داری آره با سایت همین الدورادو دیگه خب شما بوستینگ رو انجام دادید که فکر کنم چقدر بود نزدیک 9700 دلار بود یا 120 دلار بوستینگمون کلا 150 150 تا شد خب آره. اینم مثلا بیشتر دیلا مثلا چقدر بود بین 5 تا 20 بود خیلی زیادش 30 دلار خیلی میام اوردر یعنی آخه ما اوردر سنگین بر نداشتیم تا حالا چون ریتینگ ما اگه یادتون باشه آره دقیقا سر ریتینگ من مجبور بودم قیمت پایین بذارم که اوردر یعنی ریتینگمون بره بالا بتونم اوردر بیشتری بگیرم مرسی که تا اینجا نگاه کردید لایک و سابسکرایبتون نره لول داره ولی رنگ در از سری سطح بازی رو جابجا میکنی خب یعنی مثلا همون رنگ دیگه میگم یه رنگ کوپر داریم یه رنگ چمپیون کوپر پایین ترین رنگه شما رنگ استارت کنی دیگه آسون نمیخوره بره رنگ همونه که هر سیزن دوباره بر میگرده اول دقیقا هر سیزن ریسیت میشه سر همونه اصلا گیم کلا به همونه دیگه همه گیم ها به رنگ کشه کدوم یکی رو بیشتر قسمت رنگ دیگه قسمت اصلی بازی به رنگه که تو میتونی سطح تو بازی مشخص کنی بعد میگم این مورد فقط تو همین سیزنه یعنی وقتی سیزنی که تو شیم تموم بشه اسکینای جدید میاد و اون اسکینایی که توی بازی بوده حذف میشه بعد برام میگم آیتمه یه ذره وقت میبره یعنی مثلا آیتمه این سیزنی که مثلا 5 دلاره میتونه سیزن بعدی 10 دلار بشه سیزن بعدیش 15 دلار یعنی ارزش آها خب آره آره تو اون اگه به اون چیز کنی من احساس میکنم خیلی بره بالاتر چرا تو الدورادو اونم داره چیزو کالاف الدورادو چیترای تو کالافش زیاده یعنی مثلا کاری که سوهیل توی 3 روز یارو زده 12 ساعت خب بعضیشون که زدن بعضیشون که مثلا میزنن 5 ساعت باید سوهیل اصلا شاخ در میاره بهش میگن خب چجوری چیت میکنن خب چیترن دیگه مثلا تو دابی یه چیتی میزنن میتونن همه رو ببینن خب پلی استیشن یا پی سیه کالاف دیویتی کراسه آره. پلتفرمه یعنی همه پلتفرم ها با همه آها اون یکی سایت قیمتش چند برابره خودش تایم میده به که چقدر قراره طول بکشه آها حساب کنه آره بعد خیلی چیزم هست سایتش به نظر که درآمدزاییش خوبه که من با همون اصلا این سایت یکی از این بوستر الدورادو برام پیدا کرد خب یکی از سایت یکی از بوستر الدورادو به معرفی کرد دیگه خب سکای کوز برام میگه آره اسکای حالا مثلا این اکانت هایی که میگی میخوای بخری و بفروشی خب کیفیت رو چجوری کنترل چون مثلا تصور من خود میام کیفیت مثلا یارو داری بهش میگی اینا رو من دارم که توی این اکاونت هستش برای مثلا 100 دلار خب بعد یارو میره میبینه بعضی از چیزا اسکینا نیستن خب ما اون اسکینا رو که دروغ نمیگیم بهت
پروفو. ما پروف داریم، از عکس و اسکرین شات داریم. اون کسی که به مثلا به ما میفروشه. آها اون ریسکه دیگه. آه. میگم یا باید از یکی که سلر درست حسابیه باید به که پولمون رو نخوره. خب یا این که میگم از آشناهایی احتمالاً اسکمر باشه، من که از خود سایت بخرم. اون دیگه خیلی دیگه سیفه، ولی اون به دلار میشه دوباره. آره. خب اگه خودمون این پروژه ها رو نگه داریم چی؟ یه سیستم درست کنیم که مطمئن باشیم که مشتری دائم راضی باشه، ریتمون بالا باشه همیشه. ببینید میتونی الان مثلا گفتید سهیل و خودتون میخواید بازی کنید، من یه ایده ای دارم، ولی خب میگم ایده یه مقدار طولانیه. خب یعنی یه مقدار شاید پیچیده باشه. میتونیم به جای اینکه اکانت صفر اکانت صفر به جای اینکه بریم بخریم، میتونیم درست کنیم. آره سهیل یا حالا هر کسی که دوست داره یه تایم کوچیکی از روزش رو قرار بده واسه بازی، همون کاری که با اکانت من کردن دیگه. اکانت من میگم 1000 من الان اکانت مراد که 650 تا بود فروختیم، اکانتش 800 تا میارزید، اکانت من بالای 2000 تا 1000 خورده ای میارزید. ولی چند میلیون فروختم؟ 10 میلیون دیگه کفتنینه دیگه. یه چیزی که مثلا ما 50 تا لول 50ش میگیریم، 100 تا چمپینش، 100 تا هم به خاطر استاتسش. مثلا هرچی اکانت قدیمی تر بشه، آیتمایی که توش داشته باشه قدیمی تر باشه، خب قیمتش هم میره بالاتر. اینه طلا دیگه. شما طلا رو فرض کن یه قیمتی میخری، خب 3 سال دیگه قطعا اون قیمت، آره اون قیمت قطعا بیشتر شده. آره ولی میتونی بیشتر هم بفروشی. چجوری حساب میکنید اینا رو؟ یعنی کی چی رو حساب میکنه میدونی؟ ولو شاید باورتون نشه ولی همینطوری حساب میکنه. همینجوری یه قانون خاصی نداره، سایت نداره که مثلا کلکیولیت. نه نه جدیدن توی رینبو سیکس یعنی یه هفته نشده یه آپدیتی داده به اسم مارکت پلیس. میتونی آیتمات رو توش بفروشی به قیمت روز توی گیم. آه. اون میتونه بهمون کمک کنه، ولی میگم اون چند نفر اون بره، دو نفر سمت ای میبینم. دارم میبینم من میخوام قسمت اکانت ها بیشتر جز کار کنید روش. آره من خودم هم همین فکر. ولی خب این قسمت مثلا الان که داریم تولید بیش از حد اکانت وجود داره؟ تا شما جیمیل بتونی بسازی اکانت هم میتونی؟ نه 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 مثلا بگیم پشت شما که اون 650 تا رو فروختیم، من حتی فکرش نمی‌کردم 650 فروش بره. با مهرات صحبت کرده بودم اگه این هفته 650 اول گذاشته بودیم 1200 تاییتون باشه، بعد اووردم پایین شد 800 تا، 800 تا شد 600، همینطوری داشتم میوردم پایین. یهویرا 650 که فروش رفت. آره آره گوش بده، 650 که فروش رفت با یارو صحبت داشتم میکردم که آره اینطوریه مثلا اطلاعات و اینا تکمیل و اینا. خب چون موقعی که فروختم یارو داشت تو اکانت میچرخید دیگه، گفت آره آیم دان فلان، اگه تو با من اگه تو با منی من باشم از این حرفا. یه تحقیق بعد یهو دیدم مثلا میخوام ریفاند کنم و اینا رو دیدم من. آره آره اون اولش نمیدونم یا چاد دست و پا چلفتی بود، پسورد اشتباه میزد. خب من بهش گفتم با پسورد همینه، خودم لاگین دارم میکنم با این. خب قانون داره، قانونش اینه که نه 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 3 روز کانفرم بایر طول میکشه، اونی که خریده 3 روز کانفرم کردنش طول میکشه، 10 روز پول داخل حساب بالانس خود الدورادو میمونه. خوب. که پندینگ ولت میشه. خب بعد 10 روز میاد تازه تو بالانس ولت اصلی. خوب. یعنی اونی که واسه خودمونه.
یعنی تقریبا این 15 روزی این پروسه طول میکشه که کامل پول حساب بیاد. چون من با ادمینش صحبت میکنم دیگه، یعنی هر سوالی داشته باشم برای اینکه بند نشیم مثل اتفاق قبل نیفته صحبت میکنم باهاش. مثلا بهش میگم میتونم قسطی اکانت بگیرم، مثلا این مبلغ رو بگیرم براش انجام بدم، یا برعکس این کار رو براش انجام بدم. یارو تو طولانی من میگه اصلا حساب کنیم که هرچی در میاره رو واسه خودش دیگه، به غیر از اون درصدی که شما برمیداری هرچی در میاره مال خودش. ببینیم اصلا این کار میکنه اینطوری. خب واسه یه سوال حالا اونم حالا بعدن فکرشو میکنیم، ولی مثلا تصور کن تو یه اکانت داری، خب حالا اکانت مطمئن بگیم، خب حالا چجوری به اونجا برسیم فول اکسس هم بهش. آره خب بعد من یکی دارم، سهیل یکی داره، واسه یکی هم رفتون بر. بعد چنان مثلا پوری هم یکی دیگه داره، چهار تا کلن داریم. خب چهار تا رو واسه فروش بذاریم، این به هم دیگه ضرر میزنیم یا نه؟ بس دیگه داری چجوری بخواید سهمش حساب کنیم. خب دیگه هر کی اگه یکی روی اکانت یک کار کرده اون پول رو در میاره. بازی هم بوده مرسی که تا اینجا نگاه کردید، لایک و سابسکرایبتون نره.